به گزارش خبرگزاری حکومت ایلنا، در نشست تخصصی موسوم به نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین، مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزانسازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تأکید کرد. نماینده دولت با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ‌التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزانسازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد. این کارگزار رژیم افزود کارفرمایان می توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند. این در حالی است که آخرین آمارها از خط فقر در مرداد ماه 95 حاکی است که حداقل هزینه یک خانواده 4 نفره ماهانه 4,211,000 تومان می باشد. در این باره با آقای فریبرز رئیس‌دانا در تهران گفتگو کردیم. آقای رئیس‌دانا پژوهشگر مسائل کارگری و اقتصادی و استاد سابق و اخراجی دانشگاه می باشند. آقای رئیس‌دانا بسیار تشکر می کنم که در این گفتگو شرکت کردیم و دوباره مهمان صدای نو شدین. به نظر شما دولت‌های متعارف تا چه حدی می تونن دستمزد کارگران رو پایین بکشن و کارگران رو بیشتر از این ارزان سازی بکنن، ارزان تر بکنن؟ ببینید، این دولت‌هایی که به این صورت مستقیما و صریح مثل دولت حسن روحانی مستقیما و صریح خودشون نماینده کارفرماها، سرمایه‌دارا، چه سرمایه‌داران دولتی، چه سرمایه‌داران بخش خصوصی، چه نهادها میدونه، اینطور صریح وزیر مسکن و وزیر راه و شهرسازیش میگه ما هرچی میکشیم، هرچی از این حرفایی در مورد رفاه و حقوق و دستمزد میگن مال سوسیالیست‌ها در زمان مشروطه بوده، باید نابود شه. وقتی وزیر بهداشت درمانش میبینه پشت در بیمارستان‌ها مردم میمیرن و خودش میلیاردها میلیارد ثروت ساختمانی داره، تمام این کلینیک‌های چشم پزشکی مالونه و پشت سنگر دفاع از بالا بردن هزینه‌های درمانی ایستاده، وقتی دولت رئیس دولتش مرتب اینجا و اونجا از خصوصی سازی ها، از ارتباط بی پروایانه با اقتصاد جهانی با آمریکا صحبت میکنه، این دولت این که پرسیدی تا کجا میتونه حداقل دستمزد رو پایین بیاره، روی دستمزد فشار بیاره، تا اونجایی این کار رو ادامه میده که ادامه میده، تا اونجایی که ابزار سرکوب در اختیارشه، ابزار گرفتن و بستن و زندان کردن در اختیارش، خب این کارو میکنه برای که نماینده قسم خورده او بخشه. این هفته یه بار تو اتاق بازرگانی، یعنی بزرگترین اتحادیه کارفرمایی این کشور، میرن صبونه میل میکنن، مرتب با هم دیگه با سرمایه‌دارا پالوده میخورن، معاونای یا مشاورای همین آقای رئیس جمهور از تو اتاق بازرگانی آمدن، وزیر کارش مرتب نقشه میکشه علیه دستمزد. تو کمیسیون تعیین حداقل دستمزد نماینده های کارگره رو اصلا نداشتن حضور پیدا بکنن، یه نماینده های سوری بردن اون تو. بنابراین تا زمانی که سود که نماینده عالی وجدانش همین دولته، البته معنیش نیست که دولت قبلی نبوده ها، اصلا معنیش نیست و من اصلا قصد برتری دادن به این دولت یا اون دولت ندارم، یه وقت برای ما حرف‌تر نه. تا زمانی که این وجدان سود، وجدان قسم خورده این دولت است و انواع سرکوب رو هم در اختیار داره و بی خودی هم صحبت میکنه، مثلا در مورد آزادی‌ها و وعده‌ها و رفع حصر و تشکل‌ها و اینا، این همش بعد از 3 سال معلوم شد که هیچی نبوده. تا زمانی که این امکاناتو داره، تا بتونه حداقل دستمزد رو پایین میاره، حداقل دستمزد حدود 6 ماه پیش 812,000 تومان تعیین شده. از 6 ماه پیش تا حالا به شما عرض میکنم حدوداً 7-8% از ارزشش رو به خاطر تورم از دست داده و 7-8% هم به خاطر بیکاری ها، چون وقتی بیکاری وجود داره اون صف طویل خاکستری پشت پنجره معروف کارفرما مرتب اون صف رو نشون میده، به کارگراش میترسونه و استخدام های جدید رو با دستمزدهای پایین. الان چیزی در حدود 35% از
شاغلان دستمزد کمتر از حداقل دستمزد میگیرن. آقای رئیس‌دانا، با توجه به اینکه به حداقل دستمزد اشاره کردین، محمد رضا کارگر معاون وزیر کار ایران هفته گذشته ادعا کرد که یکی از موانع بزرگ رونق اقتصادی دستمزد بالای کارگران میباشه و خواستار بازبینی در تعیین حداقل مزد کارگران شده. مشاهدات و مطالعات شما در این رابطه میتونه این ادعا رو تایید کنه؟ من معتقدم یکی از عوامل اصلی، بلکه از اصلی ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی ایران در میان مدت، شخص خود همون آدمیه که این حرفو زده. شخص اون کسانی که پشت صندلی و میز اقتصاد نشستن و حاضر نیستن نظریات دیگران رو بشنون، اصلا تشکلی به نام تشکل کارگری به رسمیت نمیشناسن، سندیکا رو بلد نیستن چیه، چطور بالا بردن سود موجب تورم نمیشه، چطور این سودهای انحصاری موجب بیکاری نمیشه. هر عقل پیش پا افتاده، هر ابجدخان اقتصادی میدونه که شما وقتی فرصت سود مفت یا مفت به سرمایه‌داراتون میدید که میلیاردها ثروت رو غارت میکنن، دزدی میکنن، از کشور خارج میکنن، این فرصت رو میدید و میره دنبال اشتغال. اون وقت همونقدر این حرف حداقل تو همون اقتصاد بورژوایی درسته که ارزانسازی نیروی کار موجب رشد میشه، که همین حرفی که من میگم، و اونی که گرانسازی سود موجب بدبختی و فقر و فلاکت میشه. پای پولا که فرار میکنه میده چیه؟ این دیگه گزارش من نیست، گزارش نهادهای بین المللی است که مورد تایید جمهوری اسلامی است از سال 2003 تا 2013. خلاصه به طور متوسط سالانه نزدیک 7 میلیارد دلار فرار کرده از ایران، 7-8 میلیارد هم زیر قبا و پوشش قانونی فرار میکنه، باقیش هم که دزمزدا میزنن میبرن. سرمایه ها رو بیارید به کار بندازید، ارزه ندارید بذارید کارمون رو بکنیم. این سرمایه ها در کشور و سرمایه اشتغال ایجاد میکنه، معجزه که نیست که، چون همینطور فشار بیاره بزنه بچه ای کارگرا. من صحبتم از اینی که آقای مدیر کل، آقای معاون، آقای وزیر که این حرفا رو میزنی پول تو جیبیه بچه چقدره؟ انصافم خوب چیزیه، به محض اینکه از این بر رقم دستمزدشون و حق و زحمه های نمیم مایی 100 میلیونی 200 میلیونی وام های 4% با نرخ برای 4% 3 میلیاردی 2 میلیاردی که گرفتن، صرافی ها و دکونا که و مناطق آزاد رو انداختن، به محضی که این صداش بلند میشه میزدن تقصیر دولت قبلی، به محضی یخه دولت قبلی رو میگیری میگی معاونات چرا اینجوری کردن، میزدن تقصیر دولت بعدی، من بکش تو بکش کردن. اینطور نیست، اقتصاد برنامه میخواد، بالا بردن دستمزد عامل رشد اقتصادی است. من عرض میکنم برای اینکه قوه خرید داخلی رو بالا میبره و اون وقت این پولا و این درآمدها و این سرمایه های ارزی و خارجی راه نمیافتن برن سراغ دلالی و وارد کردن اجناس بنجل از چین و ماچین و چه میدونم اروپا و از هر کجا. به نظر میشه که قطب سرمایه جهانی در هر کجای جهان باشه زبان مشترکی دارن. در استرالیا نیز دولت در توجیه حمله به دستمزدها و مزایای کارگران که الان به سر لوحه کارش و همچنین دوباره که انتخاب شده مبدل شده، همیشه دستمزدهای بالا و اتحادیه‌های کارگران رو مورد خطاب و بهانه و مورد حمله قرار میگیره. آیا این تصادفی است این زبان مشترک؟ نه تصادفی نیست، این از زمان تشکیل سرمایه‌داری، از همون دموکراسی لیبرال دموکراسی ها که تشکیل شد، دموکراسی که از گذشته های دور بوده، دموکراسی حالش دیرم جور دیگه از آتن این بر اون بر، اما این لیبرالیسم که تنش کردن به تن دموکراسی یا برعکس اون رو تنمون کردن، این مایه اقتصادی داشته و اون همین است که آزاد بذارید به معنای اقتصادی تا آزادی متحقق بشه، این خواست جهان دیگرگون شده است. ولی وقتی میگی آزاد، میگه فقط به شرطی که تو کار من دخالت نکنی، ولی تو کار کارگره میتونی دخالت کنی. تا قرن 19 هم و اینها سرکوب های شدید در مورد تشکل های کارگری بود، اما از قرن 20 به این طرف سوسیال دموکرات ها، جنبش اسپارتاکیستا، عرض کنم مهاجران از اروپای شرقی به داخل اروپا و همینطور تا انقلاب روسیه، تا انقلاب مشروطه ایران، به تدریج آگاهی های طبقه کارگر به مثابه پدیده ایدئالیستیکی در مقابل این ظلم و ستم سرمایه شکل گرفته و تشکل پیدا کردن. الان تو غرب، توی هم استرالیا که شما هستید، صرف نظر از فشارهایی که روی بومیان، روی مهاجران، روی کارگران نمیدونم پایین هست، اما به طور کلی ها وجود دارن و مانع از این میشن که دستمزد ساعتی در استرالیا چیزی حدود 10-12 برابر ایرانه.
در حالی که سطح زندگی و قیمت رو دو سه برابره. اون تشکل ها هستن که مانع میشن سرمایه داری بیشترین فشار رو بیاره. این سرمایه داری دلش سوده، وجدانش سوده، وجدانش رفاه و خوشبختی مردم نیست که اگر کالاهایی موجب آسایش میشه موجب فقر و بدبختی هم میشه. داروها ساخته شده، بله داروها برای بهبود آدم ها تو نظام سرمایه داری، خب تو نظام های سوسیالیستی هم ساخته میشه. حالا این تو نظام سرمایه داری گیر همه که نمیاد. و اگر دلش سوخته کالاشو ارزون بکنه، همه از دارو استفاده کنن، پشت در بیمارستانا نمیره. ولی همین وزیر بهداشت درمانش و وزیر راه و شهرسازی میشه که اینجا رو کردن مکتب مبارزات سیاسی ایدئولوژیک مرتب نشستن به سوسیالیستا پشت میدن. چه کارت کردن سوسیالیستا؟ تو خاوران خوابیدن به همت شخص خود شماها. حالا چرا؟ برای که میخوان دلخوشی بدن به سرمایه‌دارا و بگن راه همواره. الان سرمایه‌گذاری‌های خارجی که دعوت کردن و دعوت میکنن در ایران، از اولین وعده‌هایی که بهشون میدن اینه که ما تو این کشور تشکل نداریم، ما تو این کشور اجازه نمیدیم امنیت شما به خطر بیفته به خاطر تشکل‌ها، سندیکاها، اعتصاب‌ها. این اعتصاب‌هایی که و اعتراض‌هایی که جلوی مجلس و این طرف و اون طرف میبینید واقعا جانبازیه از سوی کارگرها به تنگ آمدن. و اما آقای رئیس‌دانا، فعالان کارگری و تشکلات کارگری ایران در ایران همواره شوراها یا شورای اسلامی کار رو به عنوان نهاد وابسته به دولت قلمداد کردن. جالبه که آقای حسن حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفته که دولت سیاست جدید سرکوب مزدی و معیشت کارگران رو در پیش گرفته و حتی ایشون این سیاست رو در حد ارتکاب خیانت و جنایت در حق نیروی کار خونده. به نظر شما چرا کسی یا نهادی که به عنوان کارگزار حکومت قلمداد میشه میاد و چون این سخنانی رو به زبان میاره؟ حسن حبیبی رو منم میشناسم، علی خدایی رو منم میشناسم، همه این فعالان رو میشناسیم. اون از قول خودش گفته، به عنوان نماینده اون نهاد نگفته و واقعا اون موقعی هم که گفته به نظر من، نظر شخصی منه، اونو صمیمانه گفت، یعنی باور داشت به اون حرف. ولی همون رو به بازی نمیگیرن که تو پشت ویترینه. مگه گذاشتن توی تشکیل تعیین حداقل دستمزد صحبت کنه؟ موقعی که ما همایش حداقل دستمزد داشتیم یه سری خودنما پیدا شدن و هی رقمای بالا میس که خالبازیه. اینجا میگفتن که ما انقلابی ترین پر حداقل دستمزد بعد این باشه. بعدا من نوشته خودم حسن حبیبی رو کنار دستم نشسته بود زیر چشمی نگاه کردم، دیدم حداقل دستمزدی که این تعیین کرده خیلی بیشتر از اون چیزیه که اون خودنماها اون بعد یه 5-6 نفری بودن حرف میزدن. خب این ولی شخصیه، فردیه. علی خدایی تمام زحمتشو میکشه، علی خدایی که تو ایرانه کارگره، که بتونه راهو هموار کنه. بارها هم با هم برخورد کردیم، نمیتونی راه اینطوری از این مسیر هموار کنی. میگه بذار تا میشه من از ابزارهای قانونی استفاده کنم. بله این یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه رو دارید. به نظر من هم پشتشم خلاف اون روحیه پارانویایی که گاهی تو ایران وجود داره پشت اینم کلک نیست، اون همونه میگه دیگه. بعد منتها میذارنش کنار، الان هیچ کار است، نقشی نداره. ولی ایشون میتونه نماینده کارگران ایران باشه؟ اگه کارگرا انتخاب بکنن خب اونو انتخاب کنن. ما که اینجا نشستیم که کسی که ما رو پوشونیش خورده نخورده تعیین بکنیم، ولی نمیگذارن که حالا اون انتخاب کنن، یکی دیگر انتخاب کنن. صدها صد کارگر آگاه، مبارز و کسانی که میان میشینن پای صحبت اقتصاددانا، حتی اقتصاددانان بورژوازی، چیز یاد میگیرن و حرفای قلمبه سلمبه نمیذارن. نمیگن دست مزد حداقلش اینقدر بشه که بعدن جمع ببندی ببینی از دست فقط دستمزدها کاری به سرمایه گذاری ها نداری، فقط دستمزدها از تولید ناخالص ملی میذاره بالاتر. اونا رو نمیگن، هوشیارن، آگاهن، حداقل های قابل قبول انسانی رو میگن. منتها در ایران انتخابی نیست نماینده کارگرا که، اگر اصلا تشکل و انتخاب شورای عالی اسلامی کار همینه، اون مجموعه صنفی باز به یه نوع دیگری حالا مستقل تر عمل میکنه. خانه کارگر به خانه هاشمی رفسنجانی و اون گروه آقای چیه محجوب مادام العمر اونجا نشسته و مادام العمر تو جریان اول ماه مه خودشو وارد میکنه، شعارهای انحرافی میده یا فحش به افغانی ها میدن یا نمیدونم تشکر میکنن از این یکی اون یکی
یا تو دستگاهی هستن که بره تو مجلس. آقای رئیس‌دانا، به عنوان آخرین سوال به حوزه سوال اول برمیگردم. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قوانین کار رو بزرگترین مانع تولید برشمرده و خواستار مقررات زدایی در جهت توسعه اشتغال شده، اما کارگران همواره از عدم حمایت قانونی شکایت دارن، از دستمزدهای موقت که تحت هیچ قانونی پیگیری نمیشه، از قراردادهای سفید شکایت دارن که راه رو برای استثمار بیشتر و وسیع‌تر باز میکنه. مجلس و دولت قصد دارن تا چه حدی مقررات رو برای سرمایه‌داران آسان‌تر کنن؟ هر چه بیشتر، هر چه هم دون میپاشن باز کبوتر آمریکایی نمیاد اینجا واسهشون دونشون رو بخوره بره، فقط اونجا پولامون رو مصادره میکنن. اینا هر چه بیشتر میخوان این کارو کنن. صحبت سر اینی که نماینده تو که میگی نمیدونه مقررات زدایی راه رو باز میکنه، تو این 10-12 سال اخیر مقررات زایی شده، مقررات زدایی شده دیگه. دولت احمدی نژاد اومد یک سری آزادیهای روی واردات و روی حذف نمیدونم سندیکاها آزادی به نفع سرمایه‌دارامون تو خودیاش انجام داد، اینا هم همینطور. خب این مقررات زدایی ها، این عبد بین بردن قانون کار، مثلا شمول قانون کار روی کارگاهی زیر 10 نفر و نمیدونم صنایع نساجی و غیره، چه گلی به سر این جامعه زده؟ این اقتصاددانان مواجب بگیره بورژوازی که ستاره های درخشان تلویزیونن، یه بار بیان بگن این نتیجه خصوصی سازی ها بود، اینها انقدر رشد داشتیم، این نتیجه مقررات زدایی بود، هیچ کدوم این اتفاق نیفتاده. بعدم مقررات زدایی میخوایم بکنیم، مقررات که تو رو نماینده مجلس میکنه باید زدوده بشه. باید تشکیل قانون جدید کار اگر لازمه، که به نظر منم لازمه، منتها به نفع طبقه کارگر، اومد نماینده های واقعی کارگرم پشت میز بشینن. شما 13.5 میلیون کارگر دارید، 3 میلیونش بیکاره، البته بیکاری 5.6 میلیون کارگر، 13.6 میلیون شما کارگر دارید، اینا با خانواده هاشون 50 میلیون جمعیت کشورن. شما در طول از انقلاب به این بر 2400 نماینده رفته تو مجلس، یک نفرش کارگر بوده؟ بهشون بگو وزیر کار، معاون کار، کمیسیون مجلس، انصاف هم خوب چیزیه، یه نفر از اینا کارگر بوده؟ نبوده که خودتون میدوزید، خودتون پاره میکنید، بعدم باز میدوزید گردن کارگر. آقای رئیس‌دانا، بار دیگر بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی استرالیا قرار دادید.